با درود به همه شما عزیزان، همه شمایی که طی یک هفته گذشته و هفته های پیشین برنامه های ما رو دنبال کردید، شنیدید و به تماشا نشستید و بعدم بعضیاتون تلفن رو برداشتید و ما رو قرین لطف خود کردید، تلفن زدید، اظهار نظر کردید، انتقادی داشتید، بیان فرمودید، ما رو تصحیح کردید در خطاهامون و چقدر این دلنشین و زیباست. همیشه آماده شنیدن انتقادها هستم. من و همکارانم به این انتقادها چشم می‌دوزیم برای بهتر شدن برنامه ها. هفته گذشته تنی چند از دوستان نازنین دیر و دورم در ایران با من در تماس بودن و چقدر دلپذیر بود صداهاشون رو شنیدن، اظهار نظرهاشون رو، بعضن چقدر با دل باز و شاد ایران فردا رو استقبال کرده بودن و همینطور پیام های شما که میریم و به همون تعدادی که بتونیم. دلم میخواست این برنامه ساعت ها ادامه داشت و همه پیام های شما پخش میشد، اما بعضن خودتون تاکید میکنید این پیام ها خصوصی است و در اون اشاراتی دارید، مطالبی رو در رابطه با زندگی خودتون و اندیشات رو مطرح میکنید، نمیخواید عنوان بشه. در این شرایطی که جمهوری اسلامی همونطور که قبلا در برنامه هم توضیح دادم، فکر کنم روز جمعه بود، تلفن های بین المللی رو هم داره، این کارت ها رو هم از دست شرکت های خصوصی در میاره. یعنی رژیمی نشسته آدم ها رو بیکار بکنه، جلوی استعدادها رو بگیره. 7-8 هزار نفر آدم دارن زندگی میکنن، یک باره ممر درآمد اینا رو سپاه مصادره بکنه مثل بقیه چیزا. همه گوشه های زندگی ما رو مصادره کردن. امروز شما سینما رو نگاه کنید، چند تا از این کمپانی های فیلم سازی حقا مستقلن و اون زیر بند نافشون به سپاه و به امنیت خانه و به جاهای دیگه وصل نیست. بله، بعد و یه فیلمی شنیدم، یه فیلمی الان رو اکرانه که بسیار خوب، 2 میلیارد و خیلی فروخته. دو تا برادر فیلمساز و تهیه کننده اومدن کاری کردن خیلی قشنگ و فیلم خانوادگی و مورد لطف شما. آنن اومدن دست گذاشتن روش، براشون مسئله ایجاد بکنن، باج بگیرن. یعنی شما اگه فیلم موفقم ساختی باید باج بدی. اگه جعفر پناهی بودی و ممنوع التصویر و فیلم و کارگردانی بودی، بعد میان جایزه رو که گرفتی اونجا برای عوامل تهیه فیلم اشکال ایجاد میکنه. به هر حال رژیم جمهوری ولایت فقیه کاریش هم نمیشه کرد و فعلا هم شرایط بین‌المللی به گونه ایست که یکی از دوستان عزیز من که از نویسندگان سرشناس جهان عرب هست در الحیات یه مقاله ای نوشته بود، خیلی خیلی جالب بود این مقاله منو تکون داد. گفت سرنوشت خاورمیانه رو ببینید، سرنوشتی رو ببینید که ایالات متحده نقش مهمی در ایجاد این سرنوشت داشته و اینکه ملت‌های منطقه رو گذاشتن بین به خودش دو تا کماشه، به گذاشتن بین دو تا آلت فشار، قرار دادن بین سندان و در واقع چکش. یه طرف داعش و سلفی های تندرو سنی، یه طرف دیگه چی؟ جمهوری ولایت فقیه و حزب الله و حوثی های یمن و جماعت تندرو رادیکال شیعه بحرین و دار و دست های تروریست عراق، آقای هادی العاملی و فیلق بدر و عصائب اهل حق و جیش المختار و حزب الله عراق. تلخ. یک زمانی ملت ها بر رو به جلو داشتن، یک لیبرالیسم اقتصادی، نگاه با... از نگاه اقتصاد باز، اقتصاد آزاد، این طرف هم سوسیالیسم، هر دو اندیشه سکولار بود، ولی حالا دو اندیشه افراطی، یکی شیعه یکی سنی، و خب آمریکا هم تمایل به شیعه داره. این است که ما این چیزایی که داریم میبینیم. خب اینا رو بذارم تو برنامه پنجره صحبت کنم.
گاهی آدم کشیده میشه. بریم به حرفهای شما گوش بدیم. هموطن عزیزم، سراپا گوشی. با سلام خدمت سرور عزیزم جناب آقای دکتر نوریزاده و تلویزیون ایران فردا. جناب آقای نوریزاده، من در راهپیمایی روز 22 بهمن در استان گلستان از شهر خودم رفته بودم استان گلستان، در اونجا شرکت کردم در راهپیمایی. یه نفر از تهران به عنوان اکبری نامی که نماینده ولی فقیه بودن، ایشون به جای آقای نومفیدی که منتخب ملت مردم استان گلستانه، سخنران اونو نبود، ایشون بود سخنران، آقای اکبری. ایشون وقت من فتنه رو بردن، خدا را شاهد میگیرم، یعنی سه نفر جواب سوالشو نداد، یعنی مرگ بر فتنه گر نگفتن، مردم شعار میدادن آزادی کروبی و موسوی و غیره رو، اما نمیذاشتن خود سخنران ادامه میداد به صحبتاش، بعد سکوت شد. میخوام میگم خبرنگاران دروغ میگن، خبرنگارای شهرستانا به جای اینکه صحبتها رو خوب نقد کنن، مردم میگن ما اومدیم انقلاب رو دوست داریم، ولی اقتصاد ما، وضع سفره ما، وضع معیشت ما باید خوب باشه. ضمن پیام ما اینه که آزادی کروبی موسوی رو باید به مردم باز بکنید. مردم شعار میدادن دیروز در گرگان، آزادی موسوی کروبی و سایر زندانیان سیاسی که طرفدار اسلام انقلاب هستن شعار میدن، ولی هیچ گونه انتشار نمیدن، یعنی دروغ انتشار میدن. یعنی اون چیزی که در راهپیمایی بود، بیشتر مردم به طرفداری از حمایت از کروبی و خاتمی و سایرین آمده بودن. متاسفانه خبرنگارهای شهرستان ها و حتی در تهران هم دروغ جلوه میدن. این مردم آمدن انقلابشون دوستان آقای نوریزاده، من نمیتونم دروغ بدم. این مردم خون دادن، جوان دادن، مثل ما همه خانواده شهید هستیم و دوست داریم انقلاب کنیم، ولی از این که تفاوت قرار بشه یک احمد نجادی بیاد 8 سالی مملکت رو غارت کنه با دروغ و ریا و احمد به جان هم دیگه بندازه، این سخته. و بر من هم تکلیف هست، همونطوری که جناب آقای استاد دکتر نوریزاده خیلی خوب نقد میکنن، بررسی میکنن، امیدوار هستن که برنامه ها شما خیلی عالیه، یه مقدار تایماتون رو بیشتر کنید، اخباراتون رو مقدار بیشتر کنید، اخباراتون رو بروز بشه، روزی حداقل 3 بار اخبار گفته بشه خیلی خوبه، به جای اینکه 1 بار آخر شب مثلا گفته بشه به جای اون ساعت 8. چون برنامه شما طرفدار زیادی داره در ایران، خیلی همه جا رویت میشه، تصویر خوبی دارن، مخصوصا از برنامه های نوریزاده که عالی، مردم از تشویق میکنن و مردم دوست دارن برنامه نوریزاده رو. خداوند بهش طول و عمر بده. کل بحث من این بود که این آقایی که از تهران آمده بود به عنوان نماینده ولی فقیه، تا اسم فتنه رو بود، به خدا به رسول الله 3 نفر هم جوابشو ندادن، مردم شروع کردن درود بر نوریزاده گفتن و درود بر خاتمی، درود بر کروبی. این مردم بیشتر آمده بودن برای وضعیت مشهدی خودشون، به خبرنگاران میگفتن، میگفتن ما آمدیم همینجور که شرکت دادیم در مراسم، همونطوری که ممنونم هموطن عزیزم، چون ادامه صحبتشون کوتاه، همین اشاره دوباره به این مسئله است، تهیه کننده من به من اشاره کرد، بسیار ازت ممنون. اولا شما سرور بنده این، من سرور کسی نیستم، شماها که لطف میکنید برنامه های ما رو میبینید و اظهار نظر میکنید، قطعا جایگاه سروری بر بنده و همکارانم داره. نکته بعدی، خب میدونیم که حجت الاسلام یا آیت الله نور مفیدی ارتباط تنگ و تنگ و نزدیکی با آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی و اون گروه داره، به قول معروف اصلاح طلبان و معتدل ها، و خیلی طبیعی است که نذارن او صحبت بکنه، به خصوص که او حاضر نشد موضع گیری بکنه و کسانی که از پایه های نظام بودن، یعنی آقای مهندس موسوی و کروبی رو به عنوان فتنه‌گر معرفی کنه. برگردم یه اشاره باز بکنم از خاطرات آقای رفسنجانی. یه جا در خاطرات آقای رفسنجانی یه نامه ای هست که به نظر من خیلی با ارزش. آقای مهندس موسوی در مقام مشاور سیاسی آقای رفسنجانی نامه ای نوشتن، رسما توصیه کردن که آقا از رژیم گذشته ما یه نماینده ناظر در گات داشتیم، در این تشکیلات اقتصاد جهانی، و الان هم اون آدم هست اونجا، بهتره ما اینو جدی بگیریم، بریم به عنوان ناظر و تلاش بکنیم که عضو بشیم. خب میدونید یکی از این مجازات ها تحریم ایران از حضور در گات بود و اون زمان مهندس موسوی دنبال این قضیه بوده. من تمام اینجا رو نگاه میکردم، موسوی
یه جا نیومده مثل بقیه آقا پول بده فلان، رفته سفر اومده گزارش داده که آقا نظرها اونجا منفی نسبت به ما، باید تلاش کنیم. میدونی حالا خب طبیعی است او و کروبی حالا باید تحت در حصر زندگی بکنه. ولی بسیار از شما ممنونم برای توصیه‌تون. ببین عزیزم، من خبر رو زیر رو کردم، این هفته شاهد بودید. از دوست و همکار عزیزم ماشاءالله عباس‌زاده خواهش کردم با اقتداری که داره در برابر دوربین خبر و مطبوعات با هم ترکیب بشه. همزمان همکار دیگرم خانم فریبا شیرازی که واقعا دو سال صادقانه از صمیم دل همه جور کار کرده، پایین بالا، شرایط مختلف، در سختی ها، در تنگناها، همیشه یه ستون خبر در ایران فردا بود. از او خواهش کردم اون بخش مربوط به گزارش های خبری رو پربارتر کنه، گفتگوها، مصاحبه ها. دستش الان بازتر شده، چون اون زمان دل مشغول متن خبر و کارهای دیگرش هم بود. الان از اونجای خود راحت شده، این طرف کارهای بهتری میتونه ارائه بده. هدف من اینه که حتما ما دو سرویس خبری کوتاه دیگه هم داشته باشیم. این کارم خواهیم کرد به مرور. ولی الان بیایم به خبرهای مکتوب که شروع میشه توجه کنیم، که به طور مرتب از آغاز برنامه سیاسی تا پایانش این خواهد بود و شما در جریان تحولات خبری هم قرار خواهید گرفت. با این همه با زیرنویس و با این بضاعت مزجات ما یارای مقابله یا منافسه یا نمیدونم رقابت با نه بی بی سی رو داریم، نه رادیو فردا، نه صدای آمریکا، چون اون امکانات خیلی گسترده و وسیعه. اینجا 3 نفر 4 نفر مکسیموم میتونن به این کار بپردازن، اونجا تیمای 30-40 نفره این کار رو میکنن. اما گفتم اون سبقه خاص، گفتم اون تاچ خودمون رو داشته باشیم. این کار رو الان آقای عباس‌زاده انجام میده و امیدوارم هر روزم بهتر بشه. هموطن بعدی. جناب آقای نوری‌زاده عزیز، با تشکر از شما و کلیه همکارانتون، آقای نوری‌زاده اگه داعش امروز یک کلوان اردنی آتش زد، شما و امثال من که سنم و بالای 65 ساله میدونیم که زمان انقلاب جمهوری اسلامی همین آخونده که دعوت کنن چطوری سنه آقش آبادان را آتش کشیدن، چطوری مردم کریف آبادان را مزغاله کردن و دنیا ازش صحبتی نکرد، گفتن سواک این کار کرده. ولی اگر جمهوری اسلامی پیروز نشده بود، بدون بدون اقتباس که تمام اینه که اون کار کرده بودن دستگیر می شدن. دوست من، دوست من، درباره سینما رکس آبادان خوشبختانه تا حالا غیر از اون کار درخشان پرویز صیاد که محاکمه سینما رکس از اولین کارهایی بود که در این زمینه شد و دیر سالی است در حداقل سالی یه بار به صحنه میاد و ما یه نمایشی در لندن داریم، تلموش، ماوس ترپ، که آگاتا کریستی نوشته، الان نزدیک 80 سال رو اکرانه. اون کسی که نقش بچه 1 ساله رو بازی میکرد 4-5-6 سال پیش در نقش اون پیرزنی بود که در فیلم در تئاتر ظاهر میشه. حالا منظورم اینه همین جوری مکرر و مردم هم میرن میبینن، توریستای آمریکایی، اروپایی، از جاهای مختلف خاورمیانه میرن ماسترپ رو میبینن. محاکمه سینما رکس هم به مرور تبدیل به یک حادثه شده که هر سال تکرار میشه، ویدیوش هم هست توی یوتیوب هم از همین. اما صیاد وظیفه خود میدونه تا زمانی که کاملا زوایای این جنایت بزرگ فاش بشه بیاد اینو بیان کنه. آقای جمی، آقای کرمی، آدم هایی که در این ماجرا دست داشتن، کسانی که از نجف فرمان رو صادر کردن، اینا اون آشوری که عراقی ها به ایران تسلیم کردن رسماً و صراحتاً عنوان کردن که اینا همشون دستور گرفته از نجف بودن.
حالا خود آقای خمینی نگفته بود، دیگرانی بودند که به ایشون نزدیک بودند و این دستور رو صادر کرد. از این هموطنم ممنونم که از فارس هر از گاه محبت میکنه و به ما زنگ میزنه. و ولی دوست عزیز تعیین سن نکن دیگه، اون سن رو بذار مردم قضاوت کنه. سپاسگزارم ازت که اینقدر دلبسته به ایران فردا و مرتب و مکرر حالا پیامای محبت آمیز خصوصی هم میذاره که من دیگه اونا رو زیاد پخش نمی کنم، چون من پیام ها رو نمیشنوم. پیام ها رو دوست عزیزی همکار من میشنوه که مسئول تلفن هست و اینا رو میفرسته، در روی بخشش میفرسته پیام های خیلی خصوصی، اونایی که بیشتر شما شماره تلفن دادید یا مسائل شخصیتون، اونا رو من میشنوم. ولی پیام های دیگر رو مستقیم میفرستم برای تهیه کننده، میفرستم برای رامین و رامین ردیف میکنه و همینجوری گوش میدیم میریم جلو. گاهی اوقات خودم تعجب میکنم بعضی پیام ها رو نشنیدم و پخشم میشه، اشکالی هم ندارم، جوابی داشته باشه در حد آگاهی ها و دانش خودم پاسخ میده. هموطن بعدی. سلام جناب آقای دکتر نوری‌زاده، من خیلی برنامه های شما رو دوست دارم، یکی از طرفدارای برنامه های شما هستم، مخصوصا در چه روبخانه پدری. فقط در یکی از برنامه هاتون من راجع به تیمسار نادر جهانبانی شنیدم چیزایی رو فرمودید که خیلی برای من تعجب انگیز بود. من خودم یکی از شاگردان ایشون هستم و یکی از پیروان پروپا قرص ایشون هستم، ضمن این که خلبان بازنشسته هستم، خلبان نیروی هوایی بازنشسته هستم، متخصص بررسی سوانح و ایمنی پروازم هستم. مطالبی که شما در اون برنامه‌تون راجع به تیمسار نادر جهانبانی شادروان فرمودید به نظر من بررسی نشده است و چیزهایی است که دوستداران ایشون و لازمی محبتی که به ایشون دارن برای این میسازن، بدون اینکه فکر بکنن که اصلا دور از شخصیت و شأن این دلاور بزرگ بوده. مثلا همین که فرمودید که ایشون در یک وضعیتی هواپیما رو در جاده ساول نشونده و بعد از تعمیرات موافقت نکرده که هواپیما با وسیله زمینی به فرودگاه منتقل بشه، این یکی از بزرگترین اشتباهات و دوستان فکر میکنن که نیکی میکنن در حق ایشون یا حتی در حق شما. شما هم در حال تقصیر ندارید چون تخصصی ندارید راجع به علوم پروازی. تیمسار نادر جهانبانی اگر میخواستید همچین بی احتیاطی یا همچین بی توجهی به ایمنی پرواز بکنه، شما مطمئن باشید تا اون سن سال و تا اون درجه نمیرسید، خیلی زودتر از اینا به درجه شهادت نائل میشد. در صورتی که میبینیم ایشون با شجاعت تمام به عنوان یکی از منضبط‌ترین خلبانان نیروی هوایی لیدر تیم تاج طلایی و چند فروند هواپیما رو در بال خودش با نظم و دقت بسیار بالا در مانورهای نمایشی شرکت میکنه و خودتون هم میدونید که چقدر اینها بایستی از ایمنی پرواز مناسب و دقت نظر مناسب برخوردار باشه، مخصوصا لیدر پروازی که بتونه این پرواز رو به سرانجام برسونه، این نمایش هوایی رو به سرانجام برسونه. چیزهایی که برای این شادروان عزیز ما استاد عزیز بنده بله صداشون قطع شد و صدا قطع شد. حالا امیدوارم این اتفاقا من باید این توضیح رو میدادم، چون چند خلبان دیگه و از جمله یک دوست نازنینی که مرتب منو آموزش میده در این زمینه با نوشته هاش برای من یادآور شدن که این اتفاق نیفتاده. یه مورد دیگه هم بود در مورد زنده یاد تیمسار نادر جهانبانی که در خاک عراق پیگیری شدن و رفتن تظاهر به نشستن کردن و بعد یک باره بلند شدن اومدن. دوست خلبانی برای من نوشته که و توضیح داده که آقا نادر جهانبانی این کار رو نکرد، برای اینکه وقتی شما پیگیر دنبالت میان
موشک‌ها روی شما لاک میشه، نمیتونی بیای یواش بشینی بعد بلند شی دریا، همونجا میزننت، اونم با اون دفاع هوایی که عراق داشت. و بنابراین تیمسار نادری جهانبانی اصلا اجازه نمیداد که عراقی ها بیان پیگیرش بشن و اون کار رو باش بکنن. ببینید وقتی یه شخصیتی این جایگاه رو پیدا میکنه نزد مردم، تبدیل به آرش میشه، همونجور که برای آرش افسانه های درست میشه، برای زنده یاد نادری جهانبانی هم درست میشه. و اینا برای اینی که این عشق به او باعث میشه که خب مسائلی در رابطه با او به صورت شایعه به مرور حکم تاریخ رو پیدا کنه. من به شما قول میدم نکاتی رو که میگویم و بعد توضیح برای من داده میشه، مثل اون موردی که عرض کردم خدمتون جمعه بود، مثل این که گفتم اینا رو بعدا میام براتون به طور تفصیل میگم. در مورد زندیاد نادری جهانبانی هم همینطور، میگه ایشون رهبر آکروجت طلایی بود و هیچگاه یه همچی آدمی نمیاد تو جاده صاوه بشینه بگه آقا تعمیرم نکنیم میخوایم برداریم بریم. نه، او حتما مقررات رو رعایت میکنه، به خصوص که یک آدم مقرراتی سخت بود. دوست دیگری هم برای من نوشته بود که نادر جهانبانی مثل خیلی از امان الله میرزا و بقیه خاندان جهانبانی در روسیه آموزش نظامی دید و نوجوانیش مثل که آموزش خلبانی رو دید. حالا اینو من درست نمیدونم، از انوشیروان عزیز باید بپرسم، فرزند ایشون. ولی در هر حال در این که ایشون زبان روسی رو خیلی خوب میدونست، به خاطر خانواده، به خاطر مادر، به خاطر آشنایی با روسیه، شکی نیست. و البته دوست خلبانی برای من نوشته بود یکی از دلایلی که ایشون فرمانده نشد در حالی که حقش بود و مرحوم ربیعی فرمانده شد همین مسئله بود، این ارتباطی که ایشون با روسیه یا اتحاد جماهیر شوروی سابق از نظر فرهنگی و آموزشی و غیره داشت. نمیدونم تا چه حد درست، به هر حال درباره اینم تحقیق خواهم کرد. واقعا من دلم نمیخواد حرفای زده بشه. منی که نادر جهانبانی رو بسیار دوست دارم و ستایش میکنم و هم در پرواز دیدمش و هم در اسارت، سلخشور بود و سرفراز و راست قامت و همونطورم موند و ذره‌ای خم نشد. هموطن بعدیمون مفصل معزز و محترم جناب آقای دکتر نوری‌زاده، بارها از شما و دیگران از مسئله دکتر بختیار گفته بود به میان آمده است، در حالی که ایشان می توانستن با استفاده از افسران وطن پرست چون تیمسار رحیمی، خسروداد و خصوصا سرلشکر محقق داماد از ورود بختکی چون خمینی که حتی قبل از ورودش می گفت من تو دهن این دولت می زنم و غیره جلوگیری کنند. به نظر شما چه عواملی موجب کردید تا او را از این اقدام باز دارد؟ خواهشمندم بدونید که تابع احساسات دوستی و رفاقت شبید پاسخ خود را اعلام فرمایید. بسیار متشکر خواهم شد. ممنونم دوست عزیز. اولا محققی زندیات سطیب، آیت محققی نه محقق داماد، آیت الله محقق داماد یکی از علمای برجسته حوزه هست که در آغاز انقلاب مدت در شورای عالی قضایی بودن. ایشون استاد یه شخصیت برجسته است که آلود دامان هم نیست. اما آیت محققی شهیدی بود که اول انقلاب گرفتنش، آزاد شد، فرمانده پایگاه یکم شکاری بود. از او چه بگویم، چه بگویم؟ از او مرد بزرگی بود، بزرگ مردا. تیمسار بختیار، زندیاد دکتر بختیار نمیخواست، دوست عزیزم، دکتر بختیار هم صدایی پیدا نمیکرد. اعلامیه بیطرفی ارتش بدون اطلاعشون نوشته شد. از 9 صبح ایشون به تیمسار قلباقی زنگ میزد، جواب بهش نمیدادن. تیمسار قلباقی میگفتن جلسه داره. کجا جلسه داره؟ ایشون جلسه داره، شورای عالی نظامی.
من باید اونجا باشم نخست وزیر به عنوان رئیس شورای امنیت و شورای عالی. بله ایشون جلسه دارن. و بعد چون در تلویزیون نظامی ها بودن، بیانیه بی‌طرفی ارتش مستقیم به تلویزیون فرستاده شد و زنده یاد دکتر بختیار از تلویزیون شنید. البته تیمسار شفقت، ارتش بود شفقت، وزیر جنگ چون امضا نکرده بود به دکتر بختیار زنگ زد و اطلاع داد. دکتر بختیار کلافه بود، گفت مگه این ارتش سوگند یاد نکرده؟ مگه پادشاه نگفته حامی دولت باشید؟ یه عم حقوق گرفتید آقا این تیمسارا، روز معرکه دارید فرار میکنید؟ فکر میکنه خمینی بهتون رحم میکنه؟ زندیات آیت محققی، تیمسار بدرهی، تیمسار بدرهی بلا فاصله بعد از جلسه کشته شد چون رفت که کاری بکنه. و خسروداد طرحی داشت که این طرح ما در روزنامه اطلاعات هم چاپش کردیم، طرح شاهین. ولی آیا اجازه میدادن؟ من دفعه پیشم گفتم، باز به شما اینو گفتم، چون دوست دیگری هم همین مسئله رو مطرح کرد، احتمالا آشنای شما بود یا نزدیک شما. من صدای شما رو پخش کردم چون قبلا چک نمی کنم که ببینم همون سواله، ولی باز دارم بهتون میگم بختیار با تکیه بر کی این کار رو میکرد. میفرمایید خسروداد؟ خسروداد تابع مرحوم قره‌باغی بود، او بالاترین مقام نظامی بود، رئیس کل ستاد ارتش. تیمسار شفقت که وزیر جنگ بود، همین بحثی بود که مرحوم تیمسار جن با پادشاه فقید داشت که گفت قربان اگر من وزیر جنگ بشم اختیار تعیین رئیس ستاد با منه، آیا ارتش دست من خواهد بود؟ و پادشاه بهش گفت نه، وضع به همون شکل سابق. و ببخشید من کاری نمیتونم بکنم و عذرخواهی کرد، یعنی وزارت جنگ زندیات دکتر بختیار رو قبول نکرد. قرازم اینه، اون زمان اگر نظامیان همبسته بودن و پشت دولت ایستاده بودن و آقای خمینی بسیار وحشت زده بود از ارتش، مرحوم مهندس بازرگان گفتگو داشت میکرد، مرحوم فروهر داشت گفتگو میکرد با ارتش که به نوعی ارتش رو بیطرف کنن، موفق هم شدن. حالا شما فکر میکنی ارتش میتونست کاری بکنه؟ باری بختیار خیلی امیدها داشت که 3 ماه فقط ارتش پشتش باشه. روز اولم بعضی از رفقاش بهش گفتن، از جمله مرحوم صالح بهش یا حسیبی بهش گفته بود آقا اعتماد به ارتش نکن، تو رو رها میکنن. البته اونا فکر میکنن ارتش کودتا میکنه که شاه رو دوباره برگردونه. هنوز 28 مرداد تو ذهنشون، باور نمیکردن که شاه انقدر دل زده شده که رها کرده. هموطن بعدی. الو، با سلام. من از جمله کسانی بودم که دفعه اعتراض کردم آقای نوری‌زاده وسط حرفای آقای اون خبرنگار فرانسوی که خیلی هم خوب حرف میزنه مثل آقای چالنگی نپره وسط حرفش. امروز 12/2 بسیار برنامه خوب بود، آقای نوری‌زاده مطلقا حرفی نزد وسط حرفای آقای شاهید، واقعا لذت بردم. ایشالله که همیشه اینطوری باشه. و این توصیه با آقای اون دوستمون چالنگم داده بشه. خیلی ممنون، خدا حافظ. سپاسگزارم. گفت خیاط در کوزه افتاد، گریبان خود بندر گرفت. ما با شاهید عزیزم، بذارین یه نکته رو بهتون بگم. ما با شاهید که میشینیم چون گذشته مشترک داریم، 40 سال، 40 سال اندی زندگی مشترک و کار مشترکه، برمیگردیم با هم دوباره تو جام جم، میریم تو اون سربالایی و تو استودیو جام جم و به یاد اون روزا و حرفا و یعنی یک باره شما میرید این فضای رسمی استودیو میشه یه فضای خودمانی. و وسطش هم من حرف میزنم، شاهید داره مثلا راجع به فستیوال فیلم کان صحبت میکنه، من میگم آقا روایت شاهید اون سالی که بریجیت باردو اومد اونجا، خیلی ساده است. اما چشم حرف شما رو بر چشم می نهم
که وسط حرف نپرم. حتما. سپاسگزارم. هموطن بعدی. سلام آقای نوریزاده، من یک پیغام گذاشتم بعد از برنامه شما 5 بهمن، ولی متاسفانه شما پیغام رو نخوندید. این شما میگین سانسور نیستش، در رابطه با یک کلیپی بود که شما در رابطه با سربازان اسرائیلی گذاشته بودین، من یه نظری داشتم، الان 2 هفته رفته و این باعث تعجب من شده. به هر حال امیدوارم که شما همینطوری که شما صدو شما که برنامه که میگذارم من هم بشیم من دارم که این سانسور نباشه. من متشکرم اگه شما پیام رو گوش کنیم بعد از 5 بهمن، برنامه 5 بهمن که من زنگ زدم، حالا ممکنه 6 بهمن باشه، 7 بهمن باشه، ولی دونی که دو روز من دو هفته از برنامه و من پیام خودم رو نشنیدم. دوست من چرا نگفتید حرف شما چه بود؟ حالا پیام شما رو ایمیلی زدید من ندیدم. خدا شاهده من یک ایمیلم که میزنه بالای 400-500 تا ایمیل و یه ایمیلم دارم که ظاهرا قرار بوده خصوصی باشه، اونم الان سر به سر به آسمان میزنه. نمیرسم همه ایمیل ها رو پاسخ بدم، ببخشید واقعا نمیرسم. دوستای من گله میکنن، نمیرسم. میام جلوتون میشینم، اغلب ایمیل ها رو میخونم، یه یادداشت کوچولو برمیدارم، یه خط نیم خط در طول برنامه ها ترتیب اثر میدم بهش، ولی نمیدم شما راجب سرباز اسرائیلی چه بوده که مورد ایرادتون بوده. امیدوارم برای من بگید تا من پاسخ بده. میرم برنامه رو حتما میبینم. چشم. هموطن بعدی بود. درود به شما. من همین حالا تقویم تاریخ رو نگاه میکردم. امروز روز درگذشت فروغ فرخزاد بانوی نخست شعر فارسیه. چجوری شما اینو این تقویمتون شما از کجا میارید؟ و آقای عباس اقبال آشتیانی کجا؟ دکتر منوچهر اقبال کجا؟ شما چرا عکس دکتر منوچهر اقبال رو گذاشتید؟ شاگردان آقای عباس اقبال آشتیانی در بارش صحبت مو بعد عکسی میذارید مال همایش هزاره فردوسی در سال 1313. حالا شما بیننده هاتون به این شکل آقای میدین. شب خوبی داشته باشید. من همون هستم که حتی داستان اخوان ثالث رو به شما گفتم، زندگی نامش نیمه عکس کرده، نیمشو نگفتیم. ممنونم دوست من. اولا این نکته رو بهتون بگم، در بعضی از روزها شخصیت‌های متعددی متولد شدن. این برنامه تقویم تاریخ مرتب داره ادامه پیدا میکنه، یعنی اگر امسال به کسی نرسید سال دیگه میرسه، حالا اگه زنده باشیم. بعدم قبلا ما به چند نفر اشاره میکردیم، ایرانی و خارج. خیلی سنگین بود، خیلی سنگین بود، چون شما فکر کنید این که فقط یک ذکر این نیست که بیان بگیم در تاریخ فلان فلان آدم به دنیا آمد، نه زندگیشو میگیم، کاراشو، کتاباشو، فیلمشو، شعرشو. راجب فروغ فرخزاد اتفاقا در همون روزها برنامه قلم فرسایان در کوچه باخای قلم فیلم فروغ بود که پخش شد، یعنی کاملا به فروغ پرداخته بود. زنده یاد عباس اقبال آشتیانی هم، اونم باز من در مقوله‌ای صحبت میکردم یاد اون بزرگوار و گرامی داشتم که توهین شده بود بهش در یکی از این مجانین دکترای مجنون جمهوری ولایت فقیه وقتی در باره کوروش بزرگ صحبت کرده بود. بنابراین این اتفاقا میفته. البته راست میگید، همکاران من باید توجه بیشتری مبذول کنن. من یک اخلاقی که دارم در این تلویزیون، آزادی مطلق دادم به همکارانم. شما هرگز شکایتی از سانسور در اینجا نمیشنن، منتها اگر خطایی بکنن حالا بار اول چشم میپوشم ولی بار دوم نمیپذیرم، چون این آزادی رو که دادم مسئولیتشون رو بالا بردم، گفتم یک بار بذارید بالا سر آدم مته و
سانسورچی وجود نداشته باشه، آدم آزادانه بره. اون کسی که مسئول این هست و تهیه میکنه و در ایران هم هست، تا حالا بسیار کارشو خوب انجام داده، اشتباهاتی گهگاه داشته در اولویت ها. مثلا چرا دکتر اقبالو گذاشته؟ برای اینکه دکتر اقبال هم یه شخصیت علمیه و هم یه شخصیت سیاسی بوده و شاید برای نسل جوان جذاب باشه این کیه، چون به هر حال از آدمایی بوده که چند سال قبل از انقلاب در مقام ریاست مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت درگذشته، اسمش اونجور مطرح نبوده در سر انقلاب، نسل جوان نشناستش، فکر کرده اونو انتخاب بکنه شاید بهتر باشه. ولی حتما من به ایشون تذکر خواهم داد که در مواقعی که بزرگی چون عباس اقبال آشتیانی بود، حتما حتما ذره‌بین رو روی او بیندازن. ممنونم دوست عزیزم. هموطن بعدی، با درود به شما. چرا تلویزیون ایران فردا در حالی که پیامگیر دارند صدای مردم رو حداقل در 24 ساعتی یک ساعت پخش نمی کنند؟ انتقادی پیشنهادی هستی که هست حداقل به صورت مستقیم اگر می خواهیم به آزادی بیان هم کمک کنید، پیامایی که گذاشته میشه پخش بکنید. این انتقاد رو به مدیریت شبکه ایران فردا دارم. انشالله که اثرگذار باشه و یه ساعت از 24 ساعت رو برای پیام ها در نظر بگیرید. ممنونم. از هفته آینده این کارو میکنم. پیام به این، یعنی توصیه به این قشنگی، چرا نه؟ ببخشید به عقل من نرسیده بود. ممنونم. فوق العاده است. حتما این کارو میکنیم. نه به صورت یه ساعته، ولی قول میدم در لابلای برنامه ها پیام های شما پخش میشه، حداقل اونا که من نتونستم پاسخ بدم اینا شنیده بشه، نقطه نظرهاتون و حرفاتون. بسیار ممنونم ازم. هموطن بعدی، سلام آقای نوری‌زاده، خسته نباشید، حالتون خوبه؟ برنامه خوبه، زیبای شما رو میبینیم، همیشه لذت میبریم. من سالهای سال یه دین بده کارم با آقای حاجی خورسندی، ما زمانی تو اوکراین بودیم و واقعا دوچار مضیقه مالی بودیم، شاید 18 سال از این قضیه میگذره. یه جورایی تونستیم تماس بگیریم با این آقای حادی خورسندی و این بنده خدا حالا شب شعری گذاشت، برنامه گذاشت، پولی جمع کرده برای بچه های اوکراین فرستاد. من سالهای سال میخواستم از این آقای حادی خورسندی تشکر کنم و هر دفعه صحبت ایشون میشد به طریق دلم میخواست صحبت بکنم ولی موفق نشدم. انشالله که این دفعه صدای منو بشنوه آقای حادی خورسندی و هر جا که هست خدایا رو نگهدارش باشه. از برنامه خوب شما هم متشکرم. من از انگلستان مزاحمتتون میشم، اسمم مرتضی است. خدا نگهدار. ممنونم مرتضی عزیز. اتفاقا حادی امروز اینجا بود، حتما صدای شما رو میشنود یا شنیده و ممنونم. من از جانب او تشکر میکنم. حادی هر جا لازم باشه میپره جلو و این کار رو برای کمک به هموطنانش انجام میده. در حال حادی با ماست و او رو بیشتر در ایران فردا خواهید دید. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا هفته دیگه همین ساعت همین جا، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.